سلام و شب بخیر به بسته خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید من نور ارفان هستم امارات اسلامی بودجه تهیه شده از اواید داخلی سال 1401 هجری خورشیدی را اعلام کرد. ملا عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء هنگام اعلام بودجه گفت بودجه مجموعی سال جاری 231 میلیارد افغانی است که از این میان 203 میلیارد آن بودجه عادی و بیش از 27 میلیارد دیگر آن انکشافی است. و همچنان گفته است که بودجه سال جاری برعکس بودجه سالهای گذشته بدون حمایت خارجی از اواید داخلی کشور تهیه شده و تا پایان سال مالی به گونه منظم به مصرف خواهد رسید بودجه امسال از سوی امارات اسلامی زمان اعلام می شود که به گفته آگاهان امور نسبت به بودجه سال گذشته حکومت پیشین به 50 درصد کاهش کاهش دارد و اما با این تفاوت که بودجه حکومت پیشین از سوی خارجی ها تمویل می امارت اسلامی برای نخستین بار بودجه ملی سال 1401 مالی بدون تمویل خارجی و با اتکا بر عواید داخلی اعلام کرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرا طی نشست هنگام اعلام بودجه ملی در وزارت مالیه گفت که بودجه ملی سال 1401 مالی 231 میلیارد افغانی است که میلیارد افغانی آن عادی و بیش از 27 میلیارد دیگر آن بودجه انکشافی است. مجموع بودجه ملی سال مالی 1401 بالغ بر 231.4 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. بودجه عادی سال مالی 1401 بالغ بر 203.4 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. بودجه انکشافی سال مالی 401 بالغ بر 27.9 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. امارت اسلامی میگوید که بودجه سال 1401 هجری شمسی کاملا بر اواید داخلی استوار است اما می که در بودجه ملی 44 میلیارد افغانی کسر وجود دارد مقام های امارت اسلامی ابراز امیدواری می کنند که خواهند توانست کسر موجود بودجه ملی را تا پایان سال جاری رفع خواهند کرد آنان می گویند که به هدف پسنداز و تصاوی معاشات کمیسیون تنظیم معاشات مقام امارت ریاست الوزرا انتیه وزیران و قراردادیان را که قبلا بلند بود کاهش یافته و معاشات مامورین پایین رتبه در حالت خود است مقام امارت اسلامی ریاست الوزراء و معاونین وزرا معینان و قضات کارمندان قراردادی انت اه سوپرسکیل و غیره را که قبلا بسیار بلند بود تنزیل نموده و در معاشات کارمندان پایین رتبه کدام تغییری به وجود نیامده است مسئولان میگویند که در سال 1401 مالی ماشات 820 هزار کارمند از بودجه ملی اجرا می شود. بودجه ملی سال 1401 از سوی امارت اسلامی در حال اعلام می شود که به گفته یاگاهان امور این بودجه در مقایسه به بودجه سال گذشته حکومت پیشین 50 درصد کم است اما با این تفاوت که بودجه گذشته از کمک های خارجی تمویل می شد. در دو دهه گذشته بودجه سال مالی از سوی وزارت مالیه به هدف تصویب به ولسی جرگه فرستاده می شد اما امارت اسلامی گفته است که بودجه مالی سال جاری را شورای وزیران تصویب و شیخ حبت الله خانزاده رهبر امارت اسلامی تایید کرده است رواسای جمهور روسیه و تاجکستان در مورد درگیری های اخیر در سرحد مشترک افغانستان و تاجکستان و تدابیر بیشتر امنیتی با هم بحث و گفتگو نمودند. بر بنیاد گزارش رسانه های روسی، ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان بر همکاری بیشتر در سرحد میان افغانستان و تاجکستان به توافق رسیده و تاکید نمودند که در سرحد در سرحد با افغانستان باید تدابیر امنیتی افزایش یابد در این حال وزیر خارجه روسیه در نشست وزیران خارجه کشورهای مشترک در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که افغان ها باید برای برقراری ثبات دائمی در کشورشان راه مذاکرات را در پیش بگیرند مقام روسی با تاجیکی در حال این موضوعات را مطرح می کنند که پنجشنبه گذشته وبسایت اعماق منصوب به گروه داعش ویدیوی حملات راکتی گروه داعش را از تخار به سوی تاجکستان پخش نموده است. بر اساس گزارش رسانه ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای تاجیکستانی خود در رابطه به افزایش نامنی ها در سرحد مشترک میان افغانستان و تاجیکستان صحبت کردند. آژانس خبری تاس به حواله قصر کرملین گزارش داده است که هر دو جناح در این مکالمه تلفنی بر ادامه همکاری فعال به هدف تامین امنیت در سرحد میان افغانستان و تاجکستان تاکید کردند. ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان در رابطه با وضعیت جاری در افغانستان، نامنی ها و پیشرفت های اخیر در سرحد مشترک افغانستان و تاجکستان و همچنان بر روابط دوجانبه میان هر دو کشور بحث و گفتگو کردند. رؤسای جمهور روسیه و تاجکستان پس از آن صحبت تلفنی می کنند که روز پنجشنبه هفته گذشته وبسایت ایماق منصوب به گروه داعش ویدیوی حمله راکتی از تخار بر خاک تاجکستان را منتشر نمود آگاهان امور می گویند که با توجه به حملات اخیر تروریستی در افغانستان روسیه و کشورهای آسیای میانه از ورود تروریستان از افغانستان به این کشورها ابراز نگرانی کردند به ادامه این نگرانی ها سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته و در نشست کشورهای مشترک المنافع اشتراک نموده است بر اساس گزارش رسانه ها در این نشست پیرامون وضعیت امنیتی افغانستان نیز در عقب درهای بسته گفتگو شده است لاوروف پس از این نشست در صحبت به خبرنگاران در رابطه با ناامنی های اخیر در امتداد سرحد میان افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از مقام های کنونی افغان خواسته که با تمام مخالفین خود راه مذاکرات و گفتگوها را برگزینند یک بحث ملی را آغاز نمایند و با اشتراک تمام جریان های سیاسی حکومت قدرتمند را در این کشور تشکیل و راه را برای ثبات دائمی باز نمایند. نیاز است تا حکومت کنونی افغانستان با تمام مخالفین خود از طریق گفتگو و مذاکرات به تفاهم برسد و حکومت مقتدر را با اشتراک تمام جریان های سیاسی در این کشور را ایجاد کند. تا برای ثبات دائمی در افغانستان و منطقه زمین شود و جلو ازرار فعالیت های تروریستی به کشورهای همسایه گرفته شود. وی همچنان از کشورهای دخیل در مسئله افغانستان خواست که از روند مذاکرات و صلح در افغانستان حمایت نمایند امارت اسلامی در پاسخ به اظهارات اخیر لاوروف اطمینان میدهد که نظام حاکم در افغانستان اجازه نخواهد داد تا گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان به کشورهای همسایه و جهان ایجاد نمایند من ان مکمل ذمہ مکمل مسئولی و پدی مکمل توجه لرو هیڅ خاطه هیڅ هیڅ فرد هیڅ یو گرو ته موږ اجازه نه ورکو د افغانستان خاورس خزمو غوندیان یا نور ملکونه تادید شي دا زموږ پالیسی ده دا یو زموږ د خوله خبره نه دی دا د اسلامي امارت پالیسی ده د زموږ پالیسی ده په دې باندې د کشرن نیولي تر مشره پوری تر د رهبریاتو د ټولو تصميم دی بر اساس معلومات روسیه در تاجکستان یک پایگاه نظامی دارد که این پایگاه پس از سقوط کابل به وسایل و تجهیزات پیشرفته مجهز شده است در همین حال در این نواخر بحث های افزایش همکاری میان امریکا و تاجکستان نیز آغاز شده است آگاهان امور بین المللی و سیاسی می گویند روسیه می خواهد که به خاطر امنیت خود تدابیر امنیتی را در برابر تطبیق پروژه داعش در منطقه افزایش بدهد پوتین و لافروف می میخواین که امام علی رحمان صد در صد محتاج خود بسازن در مسائل امنیتی و یک وقتی که امام علی رحمان نباشه هم یک کاندیدی که نفر روسا باشه در روجه رئیس جمهور شد و موضوع دومی است که از طرف حکومت در کابل کوتاهی ها شده دا ستامینا میا ته زي سرحه تروسه کوشش کوي چې زړه هوادو نه ګامنه دي چې موږ دوه د پاره د خپل اغیز باندې دا وري چې خپل ساتیر کوي سي قرغیزستان ته ویلو مثلا وزبکستان تیمزراوي تजिकستان د اتینیا او شاري کې امریکا سره اوساړي چې غواري جوړه کوي تلفزيون د بيټو ویني سي تلفزيون وسيته تعدید کوي او کله هم کی ازاب طوخه لخانه کته مونته ازره کې موږ امریکا ته ځو نو دغه پر همرمه سره معاملل لري او بلخه فکر وینم خمه خله افغانستان سره د ګرځندوی اړتنه پوتین در حال با همتای تاجیکستانی خود در رابطه به افغانستان صحبت می کند که وی چند قبل با اعضای شورای امنیت ملی کشور خود نیز تا نشست در مورد افغانستان صحبت کرده بود دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید حکومت جدید افغانستان از سوی جامعه جهانی به دلیل انگیزه های سیاسی به رسمیت شناختن نشده است سهیل شاین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به کابل نیوز گفته است که امارات اسلامی تمام شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل نموده اما به گفته اش جامعه جهانی حکومت جدید افغانستان را با توجه به ملحوظات سیاسی به رسمیت نمی است که امارات اسلامی مخالف تعلیم دختران نیست و پس از ایجاد فضای مناسب به آنان این مشکل نیز حل خواهد شد این در حال است که بر بنیاد معلومات رسیده به کابل نیوز امارات اسلامی امور ابتدایی برگزاری لوی جرگه را آغاز کرده است دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که امارت اسلامی تمام شرایط برسمیت شناختن را تکمیل نموده است اما جهانیان به دلیل ملحوظات سیاسی نمیخواهند که حکمت جدید افغانستان را برسمیت بشناسند. سهيل شاهين رئيس دفتر سياسي طالبان در قطر در پيامي فرستاله شدهي صوتي ختبه کابل نیوز گفته است چې تمام شروط برسمت شناختنه حکومت جديد تكميل شده است امومي افزايد چې جامعه جهاني حکومت جديد را به دليل ملاحظات سياسي برسميت نمشناست داتې لوصهپوري اسلامي امارات نه د پيژندلای سوي دا دي اصول او اساس نه دي بلکې په دې کې سیاسي انګیزې او ملحوظات شامل دي مګ امید کوم چې مګری ملتونه او نور هوادونه د اصول له مخه عمل وکړي او اسلامي امارت په رسميت وپیژني همچنان در رابطه با مسئله برسم شناخته شدن و خروج از وضعیت کنونی گفته می شود که امارت اسلامی امور ابتدایی تدبیر لویه جرگه را آغاز کرده است. کابل نیوز بر اساس معلومات خود گزارش را درست قبل نشر کرده بود که رهبری این جرگه به یکی از معاونین ریاست الوزرا سپرده می شود. سحیل شاهین می گوید که امارت اسلامی به تعلیم دختران متحد است. اما می افضاید که پس از ترتیب طرح جامع و ایجاد محیط مناسب دروازه های مکاتب برای تمام دختران باز خواهد شد. هیڅ کله اسلامی امارات تا چې نه دی ویلي چې موږ د جنو د تعلیم مخالف یو. بلکې د تل دا ویل شوې دي چې د اغوی د لپاره مناسب ماحول یا چاپريال برابر سي د غلې لپاره هڅکو او حجاب مراعت کیږي. این در حال است که جهانیان ادعا دارند که اقدامات اخیر حکمت جدید روند رسمیت شناختن آن را دشوارتر خواهد ساخت. وزارت امر بالمعروف میگوید محتسبین این وزارت امروز در منطقه مربوط به عوضی یازدهم شهر کابل با شمار از ولیان زنان که هجاب را رعایت نکرده بودند دیدار نموده و به آنان در چارچوب دین مبین اسلام با ارشادات نبوی در مورد رعایت هجاب توصیه کرده است. وزارت امر بالمعروف می افضاید که ولیان این زنان در کنار سپاسگزاری از مسئولان امر بالمعروف به آنان اطمینان دادند که در بخش رعایت هجاب زنان خود با این اداره همکاری همجانبه خواهند نمود و گفتند که این گونه عمل بار دیگر تکرار نخواهد شد این در حالی است که وزارت امر بالمعروف طالبان چند روز پیش در مورد حجاب زنان طرح را اعلام کرد که بر بنیاد آن های زنان به حجاب نشانی و ولیان آنان به اداره مربوطه احضار خواهند شد امارت اسلامی از اعلام 7500 بست جدید معلمین و ماموران اداری برای مکاتب 8 ولایت کشور خبر میدهد. مسئولان وزارت معارف و اداره امور امارت اسلامی هنگام اعلام این بست ها گفتند که این بست ها برای ولایت های حرات، فرا، غور، بادغیس، ننگرهار، لغمان کنر و نورستان از سوی وزارت معارف به رقابت آزاد گذاشته شده است. من به همچنان می که از جمله این بس ها بیش از 2700 بس آن برای زنان اختصاص یافته است. وزارت معارف در هشت ولایت هزار بست معلمین و ماموران امور اداری را اعلام کرده است. مقام های وزارت معارف هنگام این اعلان بست ها یک نشست خبری در کابل گفتند که در ولایات هرات، فرا، خور، بادغیس، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان هفت هزار بست مامور اداری و معلمین را از طریق رقابت آزاد به اعلام گذاشتند. مقام ها می گویند که در جمع این بست ها دو هزار هفت بست به اختصاصی افته است. تو ولایتو که موږ مکمل شپږ زره 900 شپږ نوی بستونه اعلان ته ورکو د نن ورځ به موږ اعلان ته ورکو شپږ زره 940 نوی خلی بستونه چې په دې کې 2020 د خوان دي لپاره مختص شوې دي چې هغه ته ورکول کیږي تشکیل وزارت معارف 265 هزار بست در سال مالی 1400 بود که در سال 1401 این رقم با 289 هزار یعنی 24 هزار بست افزایش یافته است. امارات اسلامی این بست ها را در حال اعلام می کند قدرین اواخر ست حبیکوری در کشور چن برابر افسای شافت است مقام ها میگویند ک روند امتحان این بس ها به گونه شفاف انجام خواهد شد و حق به حقدار خواهد رسید مونږه کدرونه لرو من استعدادونه ظرفیتونه لرو خوځ زمينه ورته برابرسی توجور ته وسی او د دوی په هوای وسی پسمه تو غوندې چې دوی خپل مسلک ته خپل رښتې ته په هغه رابطه کوم شي په سرمایه او ملت او حکومت توقع ده ورته متوجه در همین حال مولوی عبدالخالق صادق معین امور تضمین و کیفیت وزارت معرف اعلام هفت هزار در بخش این وزارت را دستاورد بزرگ میخواند و تاکید می کند که پس از جذب این افراد در کیفیت امور این وزارت بهبود ایجاد خواهد شد. مغد دغا پروسه شنو شروع او ننی آغاز ده ننی ابتتاح ده د هم دغه پروسې د شفافیت هم بیا غوښتنه ځینې کوو او ملت ته بیا تبریکی وایو وزارت معارف در شرایط 7000 هزار بسته معلمین و مامورین اداری را اعلام می کند که به گفته برخی از استادان هنوز هم شمار زیادی از استادان رسمی پس از تحولات اخیر سیاسی بی سرنوشت اند گفتگوهای دور نخست ایران و افغانستان در مورد حل مشکلات سرحد میان دو کشور آغاز شد. وزارت دفاع امارات اسلامی میگوید با دلیل کاهش درگیری ها و به هدف ارزیابی مشکلات سرحدی گفتگوهای دو جانبه میان هیئت های ایرانی و افغانی در منطقه دوغارون هرات آغاز شده است. این وزارت می که هر دو جانب بر سر تقویت روابط حل مشکلات از راه گفتگوها در آینده و برگزاری سی نشست دیگر توافق اما هیئت های ایرانی و رسانه ها گفتند که برای تامین امنیت در سرحد میان دو کشور افغانستان و ایران باید بر همکاری های دو و وحدت تمرکز کنند با افزایش جنجال ها و درگیری ها میان نیروهای امارت اسلامی و ایرانی در سرحد مشترک افغانستان و ایران هر دو جناح به هدف حل این مشکلات در منطقه بین دو قارون هرات مجلس کردند. وزارت دفاع با نشر یک گفته است که هر دو جناح به هدف تحقیقات و کاهش درگیری در سرحد با هم مذاکرات کرده در اعلامیه آمده است که در مرحله نخست گفتگوها میان هر دو جناح بر تامین رابط دو جانبه حل مشکلات بر اساس مذاکرات در آینده و همچنان با تدویر نشست های دیگر نیز در آینده توافق شده است. در این مذاکرات میان هر دو جناح در مورد معرفی افراد خاص به کندک های سرحدی، تأمین روابط و همانگی دو جانبه با کندک های سرحدی، تأمین امنیت میان هر دو کشور، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و انسان، حل مشکلات از طریق مذاکرات و بر ایجاد سین شست دیگر در آینده توافق شده است. از سوی دیگر رسانه های ایران از قول مقام های ایرانی گفتند هر دو کشور هدف مشترک دارند و هر دو جناح باید بر تمین امنیت در سرحدات تمرکز کنند. مبارزه بر ضد داعش اهداف مشترک هر دو کشور است مردم آزاد افغانستان به ایران در این راه قربانی دادند ادامه و برگزاری نشست های دو جانبه در گسترش روابط تامین امنیت سرحدی تاثیر قابل ملاحظه دارند اتخاذ تصامیم در رابطه به مناطق سرحدی یقینا قابل ملاحظه مفید و امنیت سرحدی را برای مردم تضمین می کند وزارت دفاع در این اعلامی افزود است که مرحله نخست مذاکرات با ایران به اشتراک شبیر احمد عثمانی رئیس ارکان لوی درسیز قوای مسلح امارت اسلامی و قاسم رضایی معاون قوای مسلح ایران صورت گرفته است جنجال و تنشها میان نیروهای امارت اسلامی و ایرانی به تاریخ چهارم سور در بندر اسلام قلعه هرات صورت گرفته بود که پس از آن هر دو جناه تعداد نیروهای خود را در سرحد مشترک میان دو کشور افزایش دادند ادامه خبرها امران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در یک نشست به حامیان خود در مردان پشتونخوا گفته است اگر تاریخ انتخابات مشخص نشود بحر خروشان تظاهرات گسترده مردم در اسلام آباد همه را غرق خواهد کرد و از حامیانش خواسته است که تا پایان ماه برای تظاهرات خود در اسلام آباد آمادگی بگیرند امران خان این تظاهرات پلان شده را تظاهرات آزادی نامیده و افزوده است که دو میلیون تن را به اسلام آباد خواهد برد عمران خان بار دیگر دلیل بر کناری خود از سمت صدارت را توجیه های امریکا خوانده و گفته است که آنان غلامان امریکا نیستند با این همه خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان که به رهبری شهباز شریف در جمع هیئت بلندن رفته است میگوید که تا روز یکشنبه تصامیم مهم گرفته خواهد شد شورای عالی اتحاد امارات متحده عربی محمد بن زاید آل نهیان را به حیث رئیس جمهور این کشور تعیین کرد. شیخ محمد بن زاید در قوای نخبگان امارات متحده عربی وظیفه اجرا کرده و پس از آن به عنوان پیلوت شامل قوای هوایی این کشور شده و با گرفتن رتبه های پی هم به معاونیت سرقومندان علای این کشور رسیده و پس از بیمار شدن برادرش تمام امور امارات متحده عربی به وی شد بر بنیاد گزارش رسانه امارات عربی شورای عالی اتحاد امارات عربی بر اساس کارکردهای گذشته وی او را به عنوان رئیس جمهوران کشور تعیین کردند شیخ محمد بن شیخ محمد بن زاید آل نهیان 61 ساله در شهر العین به دنیا آمده و تحصیلات عالی را در اکادمی سانت هرست بریتانیا در بخش علوم عسکری به پایان رسانده است با آتش سوزی در هند جان 26 تن را گرفته است. رسانه هندی گزارش دادند که این آتش سوزی در یک ساختمان چهار طبقه در دهلی جدید پایتخت هند رخ داده است. مقام های امنیتی هند می که علت اصلی این آتش سوزی تا روشن نیست و اما بررسی‌ها در این مورد جریان دارد. کارمندان صحی محل می که از محل رویداد 26 جسد و 12 زخمی به شفاخانه ها منتقل شده است. نارندرا مودی صدر اعظم هند در مورد این رویداد تاسف نموده و به هر خانواده قربانی این رویداد پرداخت 200 هزار کلدار هندی را اعلام کرده است. بسیار خبری امشب ما همینجا به پایان میرسد تا دیدار دگر شما را بلای بینیاز میسپارم بقیه شب شما خوش